سلام، خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه از پادکست تجربه. من شیرین ناصری هستم، مربی سلامت روان و اعتماد به نفس. شما کی هستی؟ سلام، من نوازم میکروبیولوژیست و بله، و این قسمت ما میخوایم راجع به یه موضوع خیلی حساسی صحبت بکنیم که خودمون هنگ کردیم، انقدر استرس داریم، چون این یک موضوع حساسیه که همه باهاش میتونن همزاد پنداری بکنن. برای همین یه ذره با هم صحبت کنیم، ببینیم روزمون چطوری بوده، حالت چطوره نواز جون، امروز چه خبر؟ والله من خیلی روز شلوغی داشتم. از صبح همینطوری هی دویدم دویدم تا الان تو این نقطه بشینم و باریکلا، این پادکست رو ضبط کنم. تو چی کار کردی؟ خسته نباشی. الانم که میگه برسته. نواز، ساعت 8 شب برای منه، 9 شب برای نوازه، یعنی واقعا دست مریضات، خسته نباشی. منم آره روز شلوغی داشتم. من فردا عازم سفرم، برای همین باید چمدون میبستم، بعد از اون طرف باید یه ذره تمیزکاری میکردم، کارم کردم، همون بدو خسته بدو تو دیگه. نباشی، خسته قربونشون، نباشی، خوش بگذار. مرسی. میرم هم اونجا، به جای اینکه اینجا پشت کامپیوتر بشنم اونجا میشینم اینجا پشت پشت کامپیوتر. آره بیه پنجره فرق میکنه. آره اونجا ویوش قشنگه، اینجا قشنگه، اینجا سبزه، اونجا ویوش آبیه. اگه گفتی اینجا بر ویو، منم سبز. آفره، سبز قشنگه، دلت سبز باشه جوون. حالا صحبت سبز شد، یه سبزی هست، سبز فسفوری، خب، بله، که یه قولی هست که چشاش سبز فسفوری. میخونی که شجاع یاد تو اون فسفوریه. قوله اسمش چیه؟ حسادت. حسن این جدیدترین نوع معرفی این حسه. نوکرم نوکرم. بله، این قسمت میخوایم راجع به حسادت صحبت کنیم. حسادت چیه؟ چرا حسودی میکنیم؟ خوبه؟ بده؟ چی میشه از بین رب ببریمش؟ نمیتونیم از بین ببریمش؟ چی کار کنیم مثلا؟ نه؟ آره، خیلی مسئله بزرگ و گریبان، یه جوریه که گریبان همه رو هم میگیره. یعنی شما بری شعرم بخونی، شاعرها حسودی میکردن، بری آفرین. فلسفه بخونی، فلاسفه هم راجع بهش حرف زدن، با همسنات حرف بزنی، اونا هم این مشکل رو دارن و هر کی هم توی زمینه ای انگار با این درد درگیره. درد که نه، با این حس درگیره. حالا میتونه به خاطر یه ناامنی شدید باشه، میتونه اینجوری باشه که مثلا چه میدونم، ما احساس مالکیت به چیزی میکنیم و داریم اونو فکر میکنیم، داریم اونو از دست میدیم و اینا. آره دقیقا. پس بدون اطلاف انرژی، نه بدون اطلاف وقت، بریم اپیزود رو باز کنیم. بحث حسادت نواز جان یه بحثیه که برای من خودم اگه بخوام داستان رابطم با حسادت بر تعریف کنم، برمیگرده به سال 1350، نه برمیگرده به نقطه عطف، فاکینگ هل. آره حالا میخوایم راجع به حسادت صحبت کنیم، اما من پیشنهاد میکنم قبلش یکم از خودمون، بدون اینکه حالا، یعنی بیشتر حالا شاید من به خاطر اینکه از خودم تجربه زیستم با حسادت بگم، که یکم جمع چی بشه؟ گرم شیم، خودمونی شه، آره جمع بریم ندار پیش بشه. بریم. آفر، آفرین. آره آره نداریم ما. من مثل خیلی های دیگه تا خیلی سن بزرگسالی، وقتی که کوچکترین نشانه از حس حسادت رو در خودم شناسایی می کردم، احساس می کردم که او من چه آدم بدیم یا چقدر ضعیفم، و سعی می کردم مثلا یا برو خودم نیارم، نه 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 این اتفاق نیفتاده، یا مثلا به نحوی ازش فرار کنم و خجالت بکشم دیگه، چون یک جوری به ما اینو یاد داده بودن که عزیز من، تو اگر حس حسودی میکنی بچه بدی هستی، بچه خوب که حسودی نمیکنه.
یه همچین بچه چیزایی. خوب برای همسناش خوشحال میشه، بچه خوب آره اصلا هیچ حس بدی رو تجربه نمیکنه، نه عصبانی میشه، نه حسودی میکنه، نه ناراحت، هیچی، فقط همه خوشحال. آفرین، دقیقا. و این خیلی دقیقا جواب عکس میده، چون کلا در زمینه عادت سازی یا عوض کردن عادت یا وارد کردن یک روت، یک چیز جدید تو زندگی یا ترک چیزی که نمیخوایم، مخصوصا ترکش، میگن تو هر چقدر بخوای ایگنور کنی یه چیزی رو، بیشتر سر میری سمتش. کسایی که مثلا میخوان سیگار رو ترک کنن، اگر بگن که وای من اصلا به سیگار نباید فکر کنم، وای من اصلا به سیگار نباید فکر کنم، همش به سیگار فکر کنم. مثلا آره، یا مثال دیگهش میشه، من یه سری اپلیکیشن هستن که شما میتونید باش کالری غذاهاتون رو بشمرین. آره من یه دوستی داشتم، دوستای زیادی داشتم، ولی جدیدن هم دوباره با این مسئله برخورد کردم که به دوستم مثلا گفتم خب بیا اینو نصب کن کالری، چون داشت وزن کم میکرد، گفتم خب میتونی کالری تو با این بشمری، و به من گفت ببین من اگه این کار رو بکنم دائم شروع میکنم به فکر کردن به غذا، هی غذای بعدی غذای بعدی، و این هی باعث میشه من گشنه تر بشم و مثل یه سیکل معیوبی منو میندازه تو خودش و تا ابد کار نمیکنه، و خیلی هم دقیقا. جالب. آره، بعد یه چیز جالبم بگم، یه تحقیق میخواستن بکنن روی اینکه ببینن آدما چقدر حرف گوش کنن یا اصلا دامن این چیز نقطه تمرکز چی کارا میکنه. بعد یه در رو آوردن واسه شون یه کنفرانسی برگزار کنن. قبل کنفرانس بهشون گفتن که دوستان عزیز، هر کار میکنی تو این کنفرانس به خرس قطبی سفید فکر نکنید. همه داشتن به خرس قطبی سفید هیچ ربطی هم نداشت که مثلا این تاپیک کنفرانسه، اما توی اون تاپیک کنفرانسه یه سری چیزا بود که میتونست مغز اسوشییت کنه، ربطش بده، وصلش کنه به خرس سفید قطبی. مثلا هوا سرد، مثلا تو لیوان یخ بریزید، مثلا نمیدونی اینجور چیز، آره. اینجور مغز ما پدر سوخته است. آره، بنابراین حالا تو تصور کن کی بوده، چند درصد از مادر پدرها بودن که به بچهشون گفتن که آره حسودی هم یه حسیه، تو هم یه آدمی، پیش میاد. چند درصد؟ خیلی کم، احتمالا خیلی کم، نه، احتمالا آره. و احتمالا مثلا 1% شاید، من که میگم زیر نمیدونم. 1%. اصلا حالا بیا با هم تعریفش کنیم. به نظر آره تو حسادت چیه؟ همون چیزه، به نظرم همون حسیه که ما در برابر تهدید شدن و از دست دادن چیزی که فکر میکنیم مال ماست شاید داشته باشیم. این حداقل یکی از جاهایی که شاید من حسودی کردم. شاید خوب اومده، این حتی نمیخوای ادمیت کنی که تو حسودی کردی. نه آها نمیخوام ادمیت کنم که فقط هم یه جا حسودی کردم، میخوام ادمیت کنم که خیلی جاها کردم. آره، خواستم اینو بگم از داستان خودم، یه ذره تجربه خودم با حسادت بگم. آره، فکر کردم تا خیلی مثلا 28 9 30 سالگی حتی بگیر تو، من اینجوری بودم که اصلا با خودم جوز چی شده است، یعنی حسادت فکر می حس می کردم، سوت می زدم، در دیوار نگاه می کردم. خب آره، می گفتم ای بلبل روی شاخه درخت نشسته، اینا چه برگ اینطوری. سبزی آفره. آره، بعد تا اینکه مشاور من، درمانگرم، به من گفتش که از حسادت صحبت کردم، و تازه تو همون جلسه هم من مثلا سختم بود بپذیرم و فلان و اینا، و بعد گفتش که شیرین جان پاتو بذار رو زمین، تو فرشته فرشته نیستی یا خدا مدام نیستی که احساس حسادت رو حس نکنی. و از اونجا به بعد شد که یه رها شده، یه تنشی در من رها شد که فهمیدم که او من اشکالدار نیستم، اتفاقا از آدم بودنمه که من حسادت رو در زندگی تجربه میکنم. طبیعیم. آره دقیقا، من طبیعیم. و حالا یه مسئله دیگه هم هستش، توی انگلیسی ما دو تا کلمه داریم که شبیه همن و شاید به اشتباه گاهی تعویض بشن، اینترچنجبلی استفاده بشن. اینترچنجبلی میشه چی به فارسی؟ یعنی به جای هم دیگه استفاده خیلی بشن. خیلی ممنونم. آره، به جای هم استفاده بشه، ولی نباید استفاده بشه. یک انوی داریم، یه جلسی داریم. نه خیلی فرق داریم.
تو فارسی فکر میکنم مثلا انویو بهش بگیم حسرت. رشک بردنه، اون بار قبطه. مفهومی منفی که حسودی داره رو آره انوی نداره. یعنی آره وقتی شما به یه نفر رشک میبرین، دارین خیلی شاعرانه به اون مفهوم حسادت میپردازین. ولی نمیدونم وقتی میگین اگه طرف چیزه، وقتی میگین طرف حسوده، دارین میگین اصلا چقدر آدم بدیه، حسوده مثلا اینطوری. آفرین. آره حالا اگر ما اینو الان ویدئویی گرفته بودیم خیلی جذابتر میشد. آره نحوه نمایش رشک برخزیدنه نماز رو باید میدیدیم. قشنگ شاعرانه بود، انگار رومئو بایست داده پایین ساختمون داره به جولیت میگه رشک. رشک برزیدم، حتما هم شه باید بزنه بله به جز این اصلا کار در نمیاد. آره دقیقا درست گفتی. حالا من رشک برزیدن آره به قول تو یه ذره شاعرانه است کلمش، یا شاید هم چون استفاده زیاد نمیشه، منتها فکر میکنم قبطه حسرت خوردنی که توش نفرت نباشه، توش بدخواهی نباشه، مثلا آره اینا نباشه. ولی حسادت توش جنسش گلیه دیگه، سبز فسفوری و گلی و قاطی کنی اصلا چی میشه؟ آره اونجوریه. و دقیقا توی حسادت، توی حس حسادت ترس هست، ترس از دست دادن چیزی. ولی در قبطه یا حسرت خوردن یا رشک ورزیدن دوست داری یه چیزی رو که اون داره داشته باشی. آره مثلا دیدیم مثلا خیلی ساده و دم دستیت میشه که مثلا بریم باشگاه، یکی جلوم داره تمرین میکنه که مثلا سه هیچ قهرمان تنیس رو میزنه، مثلا خودم فکر میکنم خب تنیس چی کار میکنه، اصلا خب این اشتباهه. آفرین. و اونجا من دارم قبطه میخورم که مثلا چه هیکل خوبی اون داره و چرا من مثل اون نیستم. ولی وقتی مثلا حسودی میکنیم، داریم چیز این که یه چیزی رو از دست میدیم، یا یه سی اینطوری احساس میکنم، در نمیدونم چقدر درست بر من در موبایل. نه درسته، به خاطر اینکه ترس. ببین احساس میکنیم که اگر یکی داره یه چیزی و من ندارم، تو حسادت این شکلی، اگر یه چیزی یکی داره یه چیزی و که من ندارم، من دیگه نمیتونم اونو داشته باشم، آره پس کنسل داستان. یه موضوع دیگه هم تو حسادت هستش، اینکه در واقع اصلا شاید تو هم داشته باشی، اما نکته اصلی قشنگی مسئله اینجاش میاد که قبول کنیم ما، یعنی در واقع چطوری بخوایم بگیم مراحل توقف حسادت چیه. مراحل یکی از نکات که ما میتونیم حسادت رو متوقف بکنیم اینه که تشخیص بدیم، بپذیریم که از من بهترم هست. خب یعنی اینکه همیشه اینو بر فرض و بر این بذاریم که حتما یکی پیدا خواهد شد که پتانسیل از من بهتر بودن رو داره. این یه طبیعتا. چیزی، آره این یک نکته است. یکی دیگه هم اینه که بپذیریم دیگه، همون که من توی تجربه خودم گفتم، بپذیریم که آقا جون من آدمی هستم که حسادت رو تجربه میکنم، اما لازم نیست ما بگیم من آدم حسودی هستم. این وصل کردن یک تجربه احساسی به هویتمون به ما کمک نمیکنه. حتی نه توی چیزای خوبم همینطوره ها، یعنی تو مثلا بگی که من آدم منظمی، من خیلی منظمم، یعنی هویت تو بگی که شیرین با منظم بودن شناخته میشه، دیگه از خودت فرصت اینکه یه روزی هم اگه منظم نبودی و میگیری. آره و فکر میکنم اصلا برای صفت های مثبت این تأثیر بدتری داره، به خاطر اینکه این استرس اینکه حالا من الان اینو از دست بدم چی، میدونی اون حالت اون خیلی آزاردهنده. چون من خودم هم مثلا اینو با تمیز و مرتب بودنم دارم و
من همیشه نمیتونم تمیز یا مرتب نباشم، من همیشه تمیز و مرتب، من همیشه باید مانیکای دوستان باشم. این یه همچین غلطی رو میسازه. چه جالب. همین دیگه. بله پس تو میگی که پس به خودت اجازه نمیدی حالا یه روزم نه نباشی تو همون فرندز هم همینطوریه دیگه. مثلا اون میگه آخه من دقیقا پس دیگه فایدم چیه اگه منظم آفرین. و نباشم؟ اگه یادت باشه یه اپیزودی هست که چندلر یه کمدی از مانیکا پیدا آره میکنه که توش پر خرت و پرته و برمیگرده بهش میگه ببین ما تو رو دوست نداریم چون مرتبی، ما تو رو دوست داریم با این که مرتبی. آره دقیقا یادش روحش آره شاد چندلر. روحش شاد. آره چرا حالا الان بگو سوال من اینه که ما چرا حسودی میکنیم؟ الان مثلا آف ببین، مثلا من الان میخوام الان سوال بپرسم، سوال مهمتر بپرسم. مثلا بپرس. شما تصور کن که یه نفر، دو نفر ببخش، یه نفر که نمیتونه تو رابطه باشه، دو نفر با هم تو رابطه و مثلا خانومه دختره وقتی میبینه دوست پسرش با بقیه دخترها حرف میزنه حتی حس بعدی پیدا میکنه، این الان حسودیه دیگه. میتونه حسودی باشه اگه احساس بدی میکنه. آره حسودیه، ولی خب میتونه غیر از حسودی هم احساس بد دیگه هم ما داریم که تو اینجا مثلا شک، نمیدونم عصبانیت، اینا حسه. ولی حس حسادت مشخصا اینه که ترس از دست دادنه، یه ترسیه که ترس از دست دادنه. و بله درسته. خب خب حالا شما فکر کن که این هر دفعه این اتفاق میفته، دختره فکر میکنه که اوکی من دارم دوست پسرم رو از دست میدم، این الان یکی دیگه خوشش میاد منو میذاره کنار، این الان از اون خوشش میاد منو میذاره کنار، این الان اون خوشش میاد منو میذاره کنار، و ما هیچ وقت هم نمیتونیم مطمئن باشیم که واقعا پسره با چشش چشمی داره به بقیه نگاه میکنه، یعنی شاید اصلا دختره درست فکر میکنه. این چی میشه اون وقت؟ آها خب ببین، اینکه ما در وقتی توی رابطه هستیم دلمون میخواد و رابطه مونوگامیست هستیم، یعنی که حالا بر کسایی که نمیدونن رابطه مونوگامیست یعنی اینکه شما قرارداد بینتون هست که تا مادامی که ما دو نفر با هم توی رابطه هستیم دیگه کس دیگه توی رابطه نمیاد. حالا برای اینکه کسایی که توی کشورهای با فرهنگای بازتر و اینا هستن این براشون میتونه make sense بکنه، معنی بده، ولی خب برای ایران و اینها شاید هنوز خیلی در لفافه این اتفاقا بیفته. بگذاریم. برای دو نفری که تو رابطه مونوگامیست هستن خیلی این شدیدتر مثلا نمود داره، خیلی فرکانسش رخ دادنش بالاست، فرکانس رخ دادنش، چون تعداد دفعاتی که ما پارتنرامون، دوست دخترمون یا دوست پسرمون مثلا داره با یک جنس مخالف صحبت کنه بالاست دیگه، چون جهان تشکیل شده از اینا. اینکه شما حسادت بکنی یه چیزه، اینکه رو حسادتت اکت بکنی، رفتار بکنی یه چیز دیگه است. خب اینکه تو حسادت بکنی یعنی تو آدمی، یعنی اینکه میتونی اونجا بگی که آها من حسادت کردم، چرا؟ چون که میخوام این آدم رو از دست ندم. الان حسادتم از چی نشأت گرفته؟ از ترس اینکه این الان از اون خوشش بیاد بره مثلا با اون. بعد اینجا باید توقف کنی، برای اینکه تو خودتو پرت میکنی اگه توقف نکنی توی یک گرداب فکری احساسی منفی، فکری احساسی منفی. یعنی فکر، یعنی چشمت دیتا میگیره، گوشت دیتا میاد بهش، یعنی توی اطلاعاتی رو دریافت میکنی، شمیشه فکر، یعنی یه جمله ازش ساخته میشه. حالا فکر ما فکت نیست که، فکر منه تو کلمه، یعنی لزوما حقیقت نداره. همون که خودت گفتی ممکنه هم مثلا دوست پسره اصلا چیز نباشه یا دوست دختره، مثلا فکری هم تو ذهنش نباشه، ولی اینکه تو این بعد طبق عادت به خاطر اینکه در بچگی ما پرورش داده شدیم که یعنی همه چیز رقابته و مقایسه را هم با ما برای ما انجام دادن، طبق عادت مغزت میره کلن خیابون حسادت رو میره، یعنی اصلا سرازیری شده دیگه اونجا. خب و تو باید اینو تشخیص بدی، مرحله اولش آگاهیه. حالا میرسیم به یه نکته مهم،
که قبول کنی. پس قدم اول اینه که قبول کنی که حسود حسادت داری میکنی، به جای اینکه بیای بگی که نه بابا اینا حالا قیافه ای نداره که بخواد فلان کنه، یا مثلا میگه که نه من از خداشم باشه کی از دست میده اصلا، اصلا بره شروع میکنه. یعنی مغز ما همینه دیگه، یا اگه متوقف نکنی نمیتون گرد 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 بادی میره جلو. پس هم میگه که بعد یهو این میشه گفتم فکری احساسیه، یعنی بعد احساس عصبانیت به دست میده. یعنی چی به چه جرأت همه خوبه، حالا بذار فردا بهش نشون میدم، فردا هم حالا نوبت منم میشه دیگه، نوبت منش. همینطور تو کلت داری فکر احساس فکر احساس، منفی 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 و منفی در منفی هم مثبت نمیشه متاسفانه این دفعه. خب یهو مثلا نشستی الان، خب مثلا تو کلتی و یهو تصمیم گیری قهر کنی و بدنت آره. زبان بدنت نشون میده اینا. پس ما باید به محض اینکه حسادت رو در وجودمون شناسایی کردیم متوقف کنیم داستانا، یعنی فکرمون رو متوقف کنیم، نگیم نه من حسودی نیستم، و بریم مرحله بعدی. بریم مرحله بعدی اینکه بله اگر هر آدمی مثل من حتی میتونه اگر منافعش داره نیازهاش پاسخ داده نمیشه و منافعش در خطره بخواد بره یه جای دیگه، این هم یه چیز دیگه است. اما مسئله اینه که توی رابطه عاطفی چقدر ما باید به خودمون احترام بذاریم، عزت نفس رو باید انقدر در خودمون تقویت کنیم و واقعیات رو بررسی کنیم. یعنی گفتم فکر تو فکت نیست، پس فکت چیه اگه فکر تو فکت نیست؟ فکت اینه که ما این وقت با همیم، فکت اینه که منم که الان کنار این آدم هستم، فکت اینه که الان داریم میریم بیرون مثلا مهمونی هستیم، فکت اینه که من دوستش دارم، فکت اینه که اون به من گفته منو دوست داره. پس روی فکت ها باید در جا بذاریم، روی فکر ها نباید بریم هی اونوری سر خر رو بگیر بیار روی فکت. دقیقا نه رو همونجا مثلا با اولین آقایی که دیدی صحبت کن که لجمون دراری. آره و این یکی از سمیترین و چرا میگم میخوام بگم بچگانه ترین. چرا میگم بچگانه ترین؟ چون بچه فکر نمیکنه، روی لحظه روی احساس میره جلو. بچه پردازش اطلاعات به اون شدت انجام نمیده چون اطلاعات کافی نداره که این کار. پس رفتاری بچگان است چون که این چی میگن اینتویتیوه؟ نه بگو انگلیسی صحبت نکن. خب واقعا فارسی کلی نتونست ولش نکن، من از هر دو طرف داغون شدم. آره یه هوی حرکت های یه هوی میکنی هیجانی. آره حرکت از روی هیجان احساسات، تصمیم گرفتن روی هیجانات احساسی همیشه بلا استثناء غلط است. ما هیجانات احساسی مثبت داریم، هیجانات احساسی منفی داریم. هیجان احساساتی چه میگم؟ هیجان احساسی مثبت چیه؟ یه مثال بزن بر. وقتی خوشحالیم به یکی قول میدیم برات فلان کارو میکنم، بعد مثلا فردا صبح میشی میبینیم چی بود آفرین لاتاری برنده میشیم، میگیم دوستان همه نفری 1 میلیارد دلار میگیرن. آره بعد صبح میشیم میبینیم ای چی بر من نه. آره یا مثلا چه میدونم کنکور قبول میشی، حالا کنکور قبول میشی نه شغل دلخواه تو میگیری، بعد توی رستوران نشستی ترفیع میگیری، یهو زنگ میزنی همه دوستات بچه شام بریم بیرون، بعد حالا ترفیع گرفتی حالا ترفیعی که گرفتی شاید مثلا 2 قرون به پولت اضافه شده باشه ها، به کلی هم زیر بار قرض 500 تو رو کرده 1700 همون دست رو دلم گذاشتی که خونه این خارج هر سال دولت اینجا مثلا تصمیم میگیره حقوق همه کارمندا مثلا 3%
افزایش پیدا کنه به خاطر مثلا تورم اقتصادی. 3% هیچی نیست رسما و همش هم میره مالیات توف. مالیات واقعا ناراحت کننده، واقعا مالیات منو اذیت میکنه. حتی با اینکه هنوز مالیات بده رسمی هم نیستم، بیا ولی ولی دردت معتبره، میفهمم. درد دنیای بزرگ سالانه میخوبیش اینه. آره. میرسیم به چی پس؟ آها، پس نتیجه گیری این بخش چی بود؟ اینی که من به تو گفتم اگه بتونین و به من چکیدش رو، خیلی نتیجه ممنونش میشم. گیریش این بود که وقتی که داریم میافتیم تو اون برزخ حسادت کردن توی لحظه، به جای اینکه از دیتایی که تو لحظه دارین با چشم و گوشتون میگیرین، برگردیم به اون فکتایی که میدونین، اون چیزایی که درسته، اون چیزایی که فکته. مثلا چه میدونم، این که من میدونم اوکی من با این آدم الان تو رابطم، این به من گفته که منو دوست داره، با من الان وقت میذارونه، و حالا اینکه داره الان با اون اونجا حرف میزنه، در دلیل به این نیست که حالا مثلا الان میاد با من به هم میزنه میره با اون دوست آره، میشه. نه دلیل بر هیچی نیست. تو فکر میکنی یک ممکنه الان این داره با اون حرف میزنه مساویه با از بین رفتن رابطه شما دوتا، تو نوعی، در آره ساعتی که داره فقط حرف میزنه. آره هیچ چیز دیگه ای تو ندیدی. البته من آها، اینجا این پرانتزی باز میخوام بکنم، اینه که شاید توی بعضی آدما این فکره، یعنی این حباب گنده سیاهی که بالا سرشون وا میشه، به خاطر یه تجربه منفی باشه که قبلا داشتن. یعنی شما فکر کنید صد که یه در صد آدمی، آره یعنی شما فکر کنید که یه آدمی پارتنرش رو دقیقا همین جوری از دست داده، یعنی اونم بله. فقط داشته یه روزی حرف میزده و مثلا ببین، کس 100% داری الان سگوی خوبی ایجاد کردی. برگردیم عقب. اصلا اینکه پارتنر قبلی یه کاری کرده توی گیومه میذارم، خیانت کرده یا رابطه تو از دست دادی، یه تجربه بده. اما همون هم به خاطر، ببین، همه چیزو ما باید هی ریوایند کنیم، هی بیایم عقب، بیایم عقب، بیایم عقب، برسیم به موقعی که ظرف مغز ما خالی بوده. خب ظرف مغز ما خالی بوده، ما اومدیم دنیا. بعد سرپرستان ما یا کسایی که تو این دنیا آلردی بودن از قبل از ما، حرف میزنن با ما، با هم، با خودشون رفتار نشون میدن، با ما، با هم، با خودشون، و چشمای ما مثلا صدا میشنوه، پوست مثلا ممکنه لمس بشیم، ممکنه لمس نشیم، مثبت لمس بشیم، مثبت لمس نشیم، ممکنه بویی به مشاممون بخوره، بویی نخوره. هر تیک اطلاعاتی که وارد مغز ما میشه، میگن مغز بچه مثل اسفنج میکشه، جذب میکنه، همینه. وقتی خالی جا داره واسه اینکه اطلاعات طبقه بندی کنه. حالا همه اطلاعاتو که مغز ما نمیده، پس مغز ما شروع میکنه برای خودش با همین 4 تا تیکه لگویی که داره سعی میکنه یه ساختمونی رو بسازه. ساختمونم یه تیکاش خالیه و متزلزله. حالا یه اتفاقی که میفته، یه سری تیکه لگوی فیک هم به ما میدن، پودر میشه. خب حالا اون تیکه لگو فیک ها چیه؟ مقایسه کردن. ما توی بچگیمون و توی جامعهمون، تو فرهنگمون تا ابد داریم مقایسه میشیم، و دیگه از یه جایی بعد اصلا بقیه مقایسه لازم نیست بکنن چیزی، و ما سبک خودمون تربیتیه که خیلی از خانواده ها دارن هستن، و فکر بله. میکنن اتفاقا این جواب میده که مثلا دختر خوب اینطوری، فلانی دختر خوب، پسر خوب اینطوری، فلانی پسر خوب، و تو تا یه سنی با اون پسر خوب از بیرون مقایسه میشی، بعد میری مدرسه معلم تو رو با مثلا شاگرد اول مقایسه میکنه، و از یه جایی به بعد دیگه هیچ والد و معلم و
حتی پارتنری از بیرون داره تو رو مقایسه نمیکنه، تو آره خودت هی داری خودت رو چیز میکنی. آره دیگه، مغزت عادت کرده این شکلی پردازش کنه اطلاعات. حالا نکته بعدش کجاست؟ اینکه تو بچگی ترس رو هم با مقایسه در ما سنجاق میزنن، یعنی میگه ببین اگه اینطوری نکنی اینو نمیگیری ها، اگه اینطوری بکنی این اتفاق میفته ها. حالا اینی که نمیگیری یا این اتفاق میفته چیزی که تو نمیخوایش یا میخوایش و نمیگیریش. مثلا شیرین نواز اگه مثل دختر اشرف خانوم اتاقتو تمیز نکنی تولد آخر هفته نمیتونی بری تولد دوستت ها. میبینی چقدر اتاقشو تمیز میکنه؟ خب اون باید بره دیگه، اون دختر خوبیه. یا مثلا سعید علی فلان میبینی وقتی تو مهمون که میاد مثلا پسر عمت میاد میشینه پذیرایی هم میکنه، خب تو پذیرایی نمیکنی. حالا اینجوری هم نگه، حالا اینجوری هم نمیگن، با پرخاش هم ممکنه بگن خاک تو سرت پسر فلان دیدی. مثلا وقتی میری مدرسه مثلا یه نمره آره کم میگیری، بعد بابایه به این فکر نمیکنه که خب اوکی این آدمه، میگه مگه این مگه میشه یه نفر تو 12 تا درس مختلف 20 بشه؟ دقیقا. خب بعد برمیگه مثلا کارنامه میاد، یه بار خوب نیست، دو بار خوب نیست، بار سوم بابای برمیگرد استعداد نگاه میکنه میگه تو هیچی نمیشی، این تو مملکت هیچی سپورم نمیشی. میخواد دیگه، تو سپور او مای گاد. آره و واقعا اجازه آره بدین که آره ولی ببین در رابطه با حالا ما بزرگ میشیم، حالا با این ترس ها بزرگ میشیم. اصلا یه جای دیگه بچه ها اینو من بهتون میخوام تاکید کنم بگم، ممکن شما بگین آره من تو زن مثلا نوجوانیم از مقایسه میشدم مثلا با آدمای دیگه یا شرایط زندگی مقایسه میشد با شرایط آدمای دیگه به خاطر اینکه میگفتم مثلا موفق نمیشی، چه ربطی به رابطه عاطفیم داره؟ یه چیز جالب، مغز ما تشخیص نمیده اینو، مغز ما فقط اصل داستان رو میفهمه، میگه داره مقایسه اتفاق ربات طوریه. خب میگه او مقایسه اینتر، پس ترس اینتر، ترس اینتر، عقب نشینی اینتر، میدونی؟ یا مثلا قهر اینتر، برو تو اتاقت حرف نزن اینتر دیگه، در نمیگه محکم ببند اینتر. اعتراض کردن اینتر، اعتراض کردن چه شکلی بچه بودی مثلا لیوان میشکستی گلدون بشکن اینتر، میدونی؟ اصلا کانتکست یا زمینه رو براش مهم نیست مغزه، اون حس رو که آره دیسکتش رو میذارن تو کامپیوتر. دیسکت به سن تو دیسکت قد نمیده، میده دیسکت چی هست؟ خاک به سرم، میده دیسکت چیه؟ من فلاپی دیدم، CD دیدم، نوار کاست دیدم، آها الان دارم با فلش زندگی میکنم. تو فلاپی دیدی؟ آره خب آره دیسکت همونه. فلاپی که چیز فلاپی که ازش استفاده کنم نه، مثلا داریم آها به یه فرم بدیم، این قدیم ما از این استفاده میکردیم، طور به همون از استفاده میکنم. نه اون به همون ترجا که گفتن آره دیدم که منم مثلا گرامافون دیدم از نه گرامافون که الان چیز الان لوکسوریه، الان همه جا لکشریه. نزدم من دیسکت یا همون فلاپی من مثلا 4-5 سالم بود دیگه، سال بعد سی دی اومد تو داستان. سیدی گلچین شاد ایرانی. نه اول فلاپی گنده ها بود، فلاپی کوچیک، نه فلاپی کوچیک تا مثلا 8 ناس. anyways میخوام بگم که آره حالا یه چیزی رو اینسرت میکنن به کامپیوتر این اتفاق میفته. پس حالا ما میدونم درد اکثر آدما یا شنونده های ما احتمالاً بنابر آماری که دارم از شنونده ها و اینها میدونم که دردمون تو بخش روابط بیشتر. خب من برای همین این سوال اول آره پرسیدم. آفرین تو خیلی باهوشی به خاطر همین فیزیولوژیست نه میکروبیولوژیست چیزا فرقی نمی گذیدی همین جوری میخونیم دیگه. نه همش لوژیست داره آخرش دیگه، همش یکیه دیگه. آره 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 این مسئله خیلی مهمه و
من فکر کنم فقط تو دوست پسر دوست دختران نیست، یعنی نمیدونم من فارغ تو سیچویشن نبودم، ولی شاید حتی تو زن و شوهران باشه این اصلا، و شاید اصلا اون مسئله مسئله غیرت رو ما میتونیم الان راجبش حرف بزنیم، چون کاملا از آه. ته حسادت میاد دیگه، یعنی حسادتیه که مرد بیشتر مقابله مردونه شده، خشم خیلی بیشتری بهش اضافه شده، یه حس آره، آره مسئله اینجاست که متاسفانه از قدیم خیلی وقت، خیلی قرنها پیش، چون دنیا تصمیم گیری های بزرگ و قدرت های دنیا دست مردا بوده، مردا اومدن حسادت رو حس کردن، بعد گفتن نمیشه که ما مثلا این نشونه ضعف، چون توی فرهنگ همیشه همینطوری بوده، حس کسی که حسوده یعنی ضعیفه و سست عنصره. بعد مردم گفتن نمیشه که ما ضعیف باشیم، مگه ما مرد نبودیم؟ مگه ما جنس برتر نبودیم؟ پس ما باید قوی مگه باشیم. قرار نیست من قوی و نونآور آفر. خانواده بعد باشم؟ تیم مارکتینگ اومدن تو، تیم مارکتینگ اومدن تو و ژان ژاک جلسه روسو جان جاک روسو صد دستشون بود، جلسه گذاشتن گفتن بچه بیاین اینو ریبرند کنیم، ریبرند، رایت، ریپیت افتر می. بعد ریبرندش کردن، گفتن اسمشو میذاریم غیرت، اسمشو عوض. واقعا میگم، ها من دارم حالا با لحن شوخی میگم، ولی واقعا ولی واقعا یه همچین وقتی تو تجربه میخوای یه جنس شخمی رو بندازی به ملت، ولی ملت فهمیدن این شخمیه، خب میای ریبرند میکنی، اسمشو عوض میکنی، یا حتی جلدشو عوض قیافش رو میکنی. عوض میکنی، مثلا آفرین دیدین شرکت لوازم بهداشتی میخوان گرون کنن، قیافش رو یکم عوض میکنن، آفرین. آره یهو 2 یورو میاد آره روش. گفتن آقایون هیچ نگران نباشید، از این به بعد ما میگیم غیرت، و غیرت یعنی شما محافظ خوبی هستین، دقیقا خوبشو میخواین، و شما دقیقا اجازه دارین در زیر چتر غیرت احساساتتون رو، همین فکرهایی که ما میگیم فکت نیست، همین گرداب فکری احساسی منفی که فقط تو سرتونه، تبدیل به تصمیم کنید و ما کاریتون نداریم. دقیقا شما میتونید تصمیم بگیرید که پارتنرت که مثلا تا قبل شما یک پزشک خفن بوده و مثلا یک مطب داشته که و خالی نبوده رو مجبور کنی تو خونه بمونه، چون تو مرد غیرتی هستی و میخوای زندگیشو تأمین کنی. من میخوام مراقبت کنی، آفرین من بچه. مردا رو میشناسم، بری بیرون میخورنت، تو هم آفرین. توان من جنس مراقبت از خودمو، خودتون نداری، من این جمله میتونم. سمی من به تو اطمینان دارم، جامعه چیز آره جامعه چیزه جامعه ناامنه. ناامن و خرابه. آره حالا زنونش هم کلیشه، زنونش اینطوریه که میگن زنها حسودن، و چون قدرت دست زنها نبوده، هی اومدن زنها رو میخواستن زیر چتشون نگه دارن، هرچی غیرت رو به اونا بنداختن، حسادت رو توی زنها بیشتر بولد کردن، یعنی ذره‌بین رو گرفتن، فقط هم ذره‌بینه حسادت رو میدیده. خب گفتن باز اینا دوتا جاری و فلان افتادن به هم، ببین حسودی کردن. میبینی چقدر اصلا حجم اصلا چیزه این، مثلا دیدین ما وقتی یه نفر میاد میشنه پشت یکی دیگه حرف میزنه و این حرف رو هی میبره میبره میبره، ما تنها اسمی که برای این کار داریم تو زبون فارسی سلیس اینه که میگیم یارو خاله زنکه، یعنی ما هیچ حالت بی هیچ حالتی هیچ کلمه ای نداریم که جنسیت توش چیز نباشه، یعنی و این رفتار فارغ رو از بخواد توضیح جنسیت، بده. آره فارغ از جنسیت، چون خیلی آقایون هم این کار رو میکنن، این بله فقط یه چیز زنونه نیست نه و و اصلا خیلی برعکسش تراژیکه. تو برای ملت نمیفته که مثلا بگی من زنم غیرت دارم رو تو، دقیقا تو گی و خردی، زنی که هست تف ضعیف ضعف اصلا، وای اصلا خیلی خوب، خون من داره به جوش میاد. خانوما بریم آره. بریک. خب حالا بیا حسادت رو تو دنیا حرفه‌ای، ما سر کار چجوری میشه که حسودی میکنیم؟ آفرین، سوال اینجا خیلی چی خوبی میشه؟ پرسیدی، از این شعورت خوشم میاد، بچه با هوش و با شعوری هستی اصلا، اوکرم. ماشاءالله بزن به چوب.
ببین، همونطور که حالا صحبت کردیم، ما مدل های مختلف حسادت داریم و فلان و اینا، مغزمون خیلی فیلتر کردنش خوب نیستش بعد، و حسادت میتونه تو هر بخشی از زندگی ما خودش رو یه جوری نشون بده. خب راجع به حسادت عاطفی یکم بیشتر صحبت کردیم، راجع به اینکه چرا اون داره من ندارم صحبت کردیم، خیلی فقط تایتل بار گفتیم که آره حسادت یعنی همین، که چرا اون داره من ندارم، و چرا اون داره من ندارم یه سواله در کنه خودش، این یک سواله، هیچ بار احساساتی نباید داشته باشه. میتونیم بگیم چون که به اندازه تو تلاش کرد، نه چیز، چون اون تلاش کرده تو انقدر تلاش نکردی، اون داره تو داره تو نداری. یا بگه که مثلا میگی که چرا اون زیباتر از منه، میگیم که این نظر توه، زیبایی قابل اندازه گیری نیست، و حس میتونه نداشته، یعنی بار، و ما بهش بار چیزی بدیم. تو حسادت حرفه‌ای که تو پرسیدی هم، مثلا من یک نوع از حسادت هایی که گاهی، یعنی یک نوع از حسادتی که گاهی تجربه میکنم، وقتایی که توی روزهای ضعیف زندگی من، حالا روز خوبی ندارم، مثلا یه اتفاقی افتاده، صبح از روی دنده چپ پا شدم، اصلا نه هیچی، آدمم، خب دارم توی مسیر حرفه این فعالیت رو تلاش میکنم، یه هو یکی و با یکی آشنا میشم، مثلا رفتم بیرون یا سر کار یا هرچی، یکی میاد وسط جلو مسیر من قرار میگیره که هم صنف منه، هم رد، مثلا شبیه منه، تو فضای کاری منه، کوچه، اینستاگرام یه کوچ رو میبینم، خب چیکار میکنه مغزم؟ شروع میکنه مقایسه کردن، که ما اول پادکست گفتیم مقایسه مساوی زهره، خب چون که تو دو قلو رو هم نباید با هم مقایسه کنی، یعنی دو قلوهای همسان هم احساساتشون 100% این هم نیست، آنالیز شرایطشون 100% این هم نیستش، مگر تو اون 1% استثنایی که اصلا عجیب غریبه، انگار ماورا زمینی هست، فرا زمینی هست. و من مثلا اونو میدم مقایسه میکنم، مقایسه میکنم، میگم مثلا این لایکاش بیشتر از منه، بعد خب لایکاش بیشتر از منه منو میبره توی موضع چی قرار میده؟ اگه گفتی ضعف و کلمه دیگه‌ای که میشه گفت، یعنی کلمه کلیدی که ما میتونیم باهاش بازی رو عوض کنیم، اینه حقارت. خب تو فکر میکنی من هم کوچم، اینم کوچه، این لایکش بیشتره، من لایکم کمتره، پس من کمترم، پس من بی ارزش ترم، پس خودت، پس من بنده کافی خوب نیستم، پس من بنده کافی خوب نیستم، و میری توی موضع ضعف دیگه، پایین به بالا نگاه میکنی داستانو، در صورتی که، و این بهش میگیم حس حقارت. تو مقایسه کردنی که مامان باباها و معلم ها و جامعه ما رو مقایسه میکردن هم همین بوده، میگفتن که تو کمتری، خاک تو سرت، میبردن اون پایین تر قرار میدادن. حالا تو اینو که تشخیص بدی، باید، معنی که اینو میدونم الان اینجوریه که به محض این که میفهمم رفتم تو فاز حسادت، میگم او من دارم حسودی میکنم، بعد میبندم پیجو و بعد شروع میکنم فکت ها رو با خودم مرور کردم. فکت اول اینه که تو با ارزشی، اصلا هیچ، همین اولش اینه که تو با ارزشی. کیا دوستت دارن؟ آدمایی که دوستم دارن واقعا رو میشمرم، میگم او چقدر فلانه، من اینا توی یه ثانیه همش اتفاق میفته ها. خب یا بعد مثلا میگم که چیزایی که این آدم رسیده بهش توی بازه زمانی درازی رسیده بهش، و تو داری یهو یک ثانیه از ته داستان رو نگاه میکنی، تو چند ساله داری این کارو میکنی؟ اصلا هیچی، تو چند ساله هیچی، مگر تو شرایط زندگیت با این مطابقت داره؟ نه. دوم، تو سر اون آدم هستی ببینی چه احساساتی رو داره؟ چون ویترین ما ویترینه، ویترین مغازه رو تو میبینی خوشگله، میری تو مغازه میبینی هیچ لباسش نه به درد میخوره نه هیچ،
پس باید اینا رو که با خودت مرور کنی، رسما چوب لا چرخ حسادت میذاری. آره، ولی باز همون داستانیه که حواست باشه که کجا خودتو نگه میداری و بدونی که اون سر پایینی حسادت رو بری، سری چیزو برمیگردونی، آره بازو برمیگردونی و میری تو اون لاین. و به نظرم این یه چیزیه که واقعا یعنی نیاز به یه مغز ترین شده ای داره که تو نوکرم. انقدر این کارو کردی آره که در لحظه میدونی که کجا جلو خودت رو باید بگیری، سریع بازی رو بر خود عوض کنی، وگرنه اگه نداشته باشی اونو هی اون حسادت ها رو میری بله و هی این رو به بالا رفتن سختتر میره، چون تو عادت کردی که این شیب رو بری. دیدی این جاده که خیلی زیاد پا خورده آدم رفته توش مثلا آره دیگه روان شده. هموار شده، این دقیقا فرقش میشه همون، ولی این هی برگشتنش سختتر میشه. مثلا این حالتی که تو نسبت به اینستاگرام یک کوچ میتونی داشته باشی و من میتونم مثلا به این سایت های مقاله یه میکروبیولوژیست دیگه داشته باشم، برم آفرین. ببینم و پیش خودم فکر کنم و مثلا اینم هم منه، اینم مثلا داره مستر میخونه ولی ببین چند تا مقاله داده، ببین مثلا آره در صورتی که من تو اون لحظه به این فکر نمی کنم که باشه، ولی مثلا اون یه آدمیه که تمام مدت تو کشور خودش بوده، هیچ کدوم از امتحان زبانهایی که تو مجبور شدی بدی رو نداده، همیشه دقیق به هدف، مامانش کنارش بوده و تو هیچ کدوم اینا رو الان مثلا یه دغدغه های سال و دیگه نیم ای نداشتی. نداشته، آره دغدغه های دقیقا، سیاسی تو رو نداشته مثلا، هیچ شبی تا صبح از ترس بمب بیدار و نمونده. و در نهایت اصلا داشته دغدغه های سیاسی، اصلا سختی داشته. قبول کن که شاید یکی از تو بهتر باشه. آره هیچ، تموم شد. اصلا یعنی دلیل نمیشه تو بدی، نه، مثلا تو افتضاحی، نه تو اندازه خودتی. بله، و نتیجه اینه که ما اگرم بخوایم مقایسه بکنیم، باید فقط خودمون رو با خود یه روز پیشمون مقایسه کنیم، یا خودمون رو با خود 10 سال پیشمون مقایسه کنیم. تازه مقایسه کردنه باز لحنش هم مهمه، که تو چه با چه لحن و چه انتخاب کلماتی داری آره، خودتو مقایسه میکنی. والد درونت چطوری داره با حرف آره، میزنه؟ کاری که مثلا توی دوره های من انجام میدیم دقیقا اون چیزیه که تو گفتی، اینکه سال هاست تو یک جاده ای رو داری سرازیری میری، هموار شده و اینا، خیلی سخته تو بخوای سربال پایینی رو دوباره بیای بالا. و اینکه من وقتی توضیح میدم میگم مثلا آره اینو همش توی یه ثانیه اتفاق میفته، برای من همیشه اینطوری نبوده. برای من پیش از اینکه من روی ماهیچه سازی ذهنیم تلاش کنم، انرژی بذارم، وقت بذارم، ورزش های ذهنی بکنم، همینطوری بوده که اصلا برگشتی نبوده. ببین اونجا که میگی که نکته اصلش اینه که ما بتونیم متوقف کنیم حسادت رو، اون نقطه باید قبل از عمل کردن باشه. قبل اون واکنش هیجانی اشتباهی که تو میخوای نشون بدی. آره. ممکنه چندین روز تو حسادت بمونی، ولی روی احساساتتون واکنش نشون ندید. کنش داشته باشید، واکنش نشون ندید. چون واکنش احساسیه، لحظه ایه، فکر نمی کنی، دوم انجامش میدی. میری میزنی یه چیزو میاری پایین. آره دیگه، کلا اذیت میکنی خودتو، یعنی سودی که نداره هیچی. اون چاله ای که کندی و تبدیل به چاه هم میکنه واسه. دقیقا این از این یه فکت با نمک بگم این بگو. وسط، حیوانا حسادت تجربه میکنن. چه مثلا دیدین باحال. که مثلا چون با یکی میرین تو رابطه که سگ داره، آره بعد سگه آره وقتی که آره دیدی خیلی آره آرومه، آره من اصلا چک کردم که فقط بیستم ویدیو حرف نزنیم آره و سگا تجربهش میکنه. و یه حال یه 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 سری از حیوانا که بهشون میگیم نخستی ها، اونا هم تجربهش میکنن. راجع نخستی ها من
فکر میکرد یعنی قابل چیز بود، چون نخستی ها اونا یعنی انسان حیوانات نزدیک، اولیه. نه یعنی حیوانایی که شبیه ترین ها به آدمان، یعنی حیوانایی یه کوچولو که دیگه Interesting. جلو میرفت دیگه ما بود و اونا تجربه میتونن بکنن طبیعتا، چون خب اونا چیز ژنتیکیشون خیلی شبیه ماست طبیعیه. ولی به جور سگا فکر کنم خواهی یه سر ویدیو کیم اینستاگرام، ولی الان فهمیدم که چقدر جالب. آره حالا جالب اینو میگی، چون من شیرا هم شنیده بودم میکنن حسودی خب اونا شیرها مغز و تقریبا تکامل یافته داره، آره میتونیم به و اینو حالا من توی کانتکسی تو از این مثلا مستندات داشتم میدیدم و اینا، که گفتش که حسادت حیوانات برای بقاشونه دیگه، چون آره. جفتگیری که میکنن و اینها مثلا این یعنی اینکه بقای تو به هم از بین میره یا به آره یعنی خطر مثلا میفته. وقتی یه چه میدونم مثلا وقتی یه میمونی داره حسودی میکنه به این فکر نمیکنه که من دارم پارتنر، یعنی پارتنر نه احساسیمو از دست دادم، اون داره به فکر میکنه که من قرار بوده که مثلا آره با اون نسلمو نسلمو ادامه ادامه بدم. دادم و الان دارم از دست میدم. دقیقاً چقدر جالبه، آره. من خیلی بامزه است. تو سگا برای اینو دیدیم، یا مثلا نه گربه ها، بعضی گربه ها رو من دیدم ویدیوهاشون و اینا، ولی رو گربه ها آدم نمیتونه گربه ها تصمیم بگیره. کلن، آره گربه ها کلن خیلی گربه ها احساسات خیلی از ما استعدادی باهوش ترن، نشون نمیدن. آره گربه ها از سگا خیلی بالاترن. اینم آن پاپیولار اپینینه که برای تو است، برای بعض سگ دوستا این آن پاپیولار اپینین منه. آقا گربه ها موجودات برتری هستند از همه واقعا حیوانات دنیا. شما حساب کنید یه گربه رو سن دو یه خونه بره، یه آدم خونگی داره که بعد همیشه بهش برسه غذا خارجی آفرین. میخوره، من رو سن ما رو سن دو چی داشتی؟ آره تازه گازم میگیره، تازه بعد مثلا نمیتونی همیشه هم بری بغلش کنی بهش برق آره میخوره، و ملایمم اتفاقا حاد من اون شد. روز داشتم به چارلی راجع به فلفل همینو میگفتم، میگفتم میاد ناز میکنه، میگه به من عشق بده، به من توجه کنه، تا میری بهش همون اطاعت امر کنیم که کی صفت تو کنا فکر کی هستی تو آدمی زاد ایش. کار مادر نداری مزمن من خب حالا بخوام جمع‌بندی بکنیم اینه که دوستان عزیز، حسادت طبیعیه، شما بیارزش نیستین، ضعیف نیستین، آدم بدی نیستین، بچه بدی نیستین اگر حسادت تجربه میکنید. نکته دوم اینه که حسادت رو که در خودتون شناسایی کردین، فقط روش رفتاری رو نشون ندین، یکم بررسیش کنید، ببینید که فکرتون چقدر فکتواله، چقدر روی واقعیت بنا شده، و بیاین تو لحظه اکنون، نذارید فکرتون فرار کنه، یعنی مثل کش تنبون پرت در آینده ای ساختگی نشه. مارک آنتواین یه جمله باحال داره که من دقیقاش رو یادم نیست، ولی یه چیزی تو این مایه هست که میگه من تجربه های زیادی تو زندگیم دارم که خیلی هاشون واقعا اتفاق افتاده. میخوام بگم یعنی که تو مغزمون ما داستان زیاد میسازیم، ولی داستان ها میتونه رسما فیکشن و غیر واقعی باشه. پس خیلی حواستون باشه دیگه، چقدر به مغزتون اجازه میدین همطور واسه خودش جولون بده و اینها. اگرم خیلی واقعا مصممید و دوست دارید که رو خودتون سرمایه گذاری کنید، روی روابطتون، کیفیت عملکردتون، وقت و انرژی بذارین که بهتر بشین، از زندگیتون بیشتر لذت ببرین، کمتر هرس بخورین و حسودی کنید، من در خدمتتون هستم. کار من دقیقا همینه که بهتون کمک کنم که به خودتون کمک کنید، و ما هممون به این نیاز داریم در زندگی، همه بلا استثنا. یعنی من هم پول میدم کوچ دارم، من پول میدم روانشناس دارم، نمیگم من خودم کوچم خودم رو کوچ کنم، چون هیچکی نمیتونه خودش رو درمان کنه، جراح مغز و اعصاب نمیاد خودش مثلا تومور خودش رو جراحی کنه، خودشو بشکافه فکر کن. یه ایش درست
خب شیرین جون، من خیلی متشکرم که جواب سوال منو دادی و کمک کردی که این کلاف در هم تنیده تو هم تو همی که من داشتم یه خورده باشه مرسی، و خواهش میکنم. آره کلاف جالبیه، یعنی کلافه رو ما نخه رو باز کنیم دیگه، یه نخ صافه، یعنی هیچ دیگه چیزی نیستش که بخواد مثلا اذیتم کنه، ولی تن زمان میبره دیگه. آره و واقعا طبیعتا. آها، از یک چیز آخرش هم بگم، از تریگرای حسادتتونم دوری کنید. یعنی چی؟ خودتون رو راس از عمد نذارید تو موقعیتی که میدونید حسادتتون رو برمیانگیزه. حالا تو روابط فرق میکنه، ولی تو محیط کاری خودتون نرید همش هی مقایسه کردن با خودتون با دیگران. اصلا تو روابط هم همینطور، بری مثلا پیج آدم های مختلف رو ببینی یا به فکر آدم های مثلا همش توی صحبت های بین دوستانتون راجع به یه آدم دیگه صحبت کردن، یعنی خودتو پرت کردی تو استخر مقایسه، خواسته یا ناخواسته شاید به اون بر کشیده بشه. برای از تریگرا دوری کن، برای همین از تریگرها دوری کرده و به پایان پادکست امشب رسیدیم. با تشکر از شما و نواز عزیز، برای همه آرزوی روز و شبی سلامت و حال خوب داریم. خدا خدا نگهدار. نگهدار. آها، اگر روی هر پلتفرمی که دارید ما رو گوش میدید سابسکرایب و فالو نکردید بکنید. میدونید چرا؟ برای اینکه من رفتم آمار مثلا یوتیوب هم نگاه کردم، 70% کسایی که محتواهای پیج منو نگاه میکنن و میبینن سابسکرایب نکردن، و من برام خیلی عجیبه چرا. زشته، خیلی زشته. نه حالا به نظر بهشون این حس بد و نده لطفا. ولی میدونید که اگر سابسکرایب و فالو بکنید، این باعث میشه که پادکست تجربه جون بگیره، و هرچی این جون گرفتن بیشتر بشه دست ما بازتر میشه برای اینکه کیفیت اینو بهتر کنیم. چه میدونم، از کیفیتش مثلا تصویری گرفته، کیفیت صوتی گرفته، کیفیت محتوا گرفته، مهمونایی که بتونیم بیاریم. برای همین یک دست صدا نداره. I love you PMC. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.